درود به همه تان، پگاهتان به خیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. در این برنامه با شما امیدوار هستم این روز خوب و خوش آغاز کرده باشید و همچنان در این برنامه ما را همراهی کنین و در رابطه با موضوع برنامه پرسش ها و دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. امروز شنبه مصادف است با نهم ذوالحجه روز عرفه. از این روز در برخی متن های اسلامی به عنوان بهترین زمان برای استجابت دعا و نیایش در طول سال پس از ماه مبارک رمضان یاد می شود. امروز در برنامه مجله صبح با ناصرالدین دریس، رئیس نشرات وزارت ارشاد، حج و اوقاف، در پیوند به فضیلت ها و اعمال ویژه این روز و همچنین اعمال و آداب سه روز عید سعید قربان بحث خواهیم کرد. شما هم فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه به همین موضوع البته فراموشم نشه و بیشتر تماس هایی که ما داشتیم و پیام که گذاشتن حاجی صاحبایی که برای ادای حج به عربستان رفتن مشکلات داشتن که با ما شریک ساختن در جریان برنامه با جناب دریز مشکلات یزدای ما را هم شریک می سازیم. راه تماس برنامه در اختیار شما است. می تانین زنگ بزنین دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوع برنامه با جناب دریز در میان بگذاریم. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب دریز خیلی خوش آمدین. ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. خوب از در آغاز برنامه در رابطه به اهمیت روز عرفه بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیزتان. عرفه قسمی که از نامش پیداست معنی شناخت میده. احتمالاً که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که توسط جبرئیل علیه السلام برشان تعلیم میشد مناسک در اخیر ازشان پرسان شد که عرفتو یا شما آموختین یعنی یاد گرفتین. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت آره. وجه دومی که احتمالا به عرفه میگن معترف شدن به گناه است. انسان در اونجا به گناه خود اعتراف میکنه در برابر خداوند در پیشگاه خداوند و پرایز سیمیش احتمالا سختی مشکلات و همچنان صبر و شکیبایی است که یکی از جمله معانی عرفه میتونه این موضوع باشه. ممنون شما جناب دریز. با اجازه شما اولین تماس پاسخ میگیم. یما از کابل روی خط هستند. یما عزیز سلام به خودت. سلام برات بگی محترم. امیدوارم سرمان باشین جوزه خوب خوش آغاز داره باشین و همچنان سلامی بیجی خود را به تمام و تمام خود ایده پرشان پیش از پیش تبدیل میگم و میمان شما را خوش آمدید میگم به برنامه. و یک نظری کوچک داشتم در قسمت از این که در روز عرفه کسایی که نمیتونن نظر و مشکلی که دارن که روزه بگیرن آیا کدام اعمال بهتر از کتاب ما یک ثواب کوتاه رو بهتر تمایل کنیم و همچنان یک چیز دیگه هم یک گفتنی دیگه هم داشتم در قسمت از اینکه بسیاری مردم در مینزی که اید خصوصا در روزهای عرفه و سه روز اید از فسقی استفاده میکنن باعث آزار و اذیت مردم میشن. آیا ای از نظر همین مهمان ما چی حکم داره؟ از نظر اسلام باید چی کنن مردم بهتر و خوبتر که بتانن یک اید خوب و خوش داشته باشن؟ ممنون شما. روز شما خوش. جناب دریز حرفای بیننده ما را شنیدین. پاسخ شما. بسیار خوب. اعمالی که در روز عرفه انجام میشه مو از کار اشراق از کار ایام اشراق است که ایام تشریق است که اون مشهور است کل دوستان بفهمن و همچنان موضوع دومشان که البته از روز اول عرفه شروع میشه تا آخر عید ادامه پیدا میکنه و همچنان روزه میگیرن روز عرفه را. چرا روزی عرفه را گفتن که یک سال گناه پیشتر و یک سال گناه حاضر یعنی دو ساله گناه بخشش میشه و نماز هاست و اوراد است که از کار خداوند یاد خدا را این میکنند و همچنان کسایی که در خود عرفات تشریف دارن اونا روزه نمیگیرن. کسایی که در اونجا تشریف ندارن اونا میگیرن. همچنان در مورد اذیت آزار گفته بودن درست است. یک تعداد جوان ها پتاقی میندازن انفجارات میکنن ای باعث اذیت میشه که دیگه قسمت ای درست نیست که باعث اذیت مردم شن و نیروهای امنیتی و ارگانهای امنیتی دیگه قسمت میتونن توجه کنن و جلوی همچه اعمال اطفال بگیرن و همچنان والدین محترمشان دیگه قسمت توجه کنن و اطفال خود سرزنش کنن. ممنون شما. با اجازه شما بیننده ما روی خط هستن بفرمایید.
متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، راه دیگر نشانی فیسبوک ماست. اگر شما پرسش و دیدگاهی در رابطه با موضوع برنامه دارین، وقفه دارین، برمیگردیم. ادامه برنامه مجله صبح است. سپاسگزارتان هستم که تا این دم با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. امروز مهمان من ناصرالدین دریز، رئیس نشرات وزارت ارشاد، حج و اوقاف هستند و موضوع برنامه ما آداب و اعمال ویژه روز عرفه و همچنان روزهایی و اینکه آجی صاحبایی که برای ادای حج رفتن مشکلاتی را با ما شریک ساختن که حتما در برنامه گنجانیده میشه. بیننده ما روی خط هستند، بفرمایید. سلام به شما. تماستان وصل شده، بفرمایید. بیننده عزیز، ما منتظر حرفای شما هستیم. سلام به شما. سلام علیکم خواهر عزیز، نصب بخری برای شما داره، نصب بخری هم برای استاد محترم داره، نصب بخری خواستم برای تلویزیون یک دارین که واقعا زحمت میکشن، قابل قدر هستن. وایسودین جلال هستیم از ولایت قندوز با شما مصاحبه. بسیار خوب وایسودین. یه دفعه تشکر برای شما، برای استاد محترم، برای کسایی که صدای ما را از تلویزیون زیبای شما میشنوند. با اونا تبریک میگیم. خدا کنه که اگر رفات خوب و خوشی داشته باشن و از یه رفات استفاده درست بکنیم، اعمالات خوبی بکنیم، خیر و خیرات های خوبی داشته باشه، توبه بکنیم و که خداوند کریم ما را بخشش بکنه. دعا بکنیم در این روز عرفات که خداوند در افغانستان یک صلح و آرامی و امنیت بیاره. ما بتانه یک نفس راحت بکشید. انشاءالله حاجی صاحبای محترم از طریق رسانه‌های شما می‌گید. صرف فقط دعا بکنیم برای مردم افغانستان که خداوند یک صلح برای مردم بیاره و مسلمان‌ها همه وقت پیروز سربلند است. و از استاد محترم خواهش می‌کنم که در رنجه از حوقات آیا در روز حرفات چه اعمالی است که ما شما انجام بدیم که خداوند ما را ببخشه و برای حاجی صاحبای محترم یک راهنمایی خیلی خوبی بکنیم که دعاهای داشته باشیم که در بکنن که دعایشون زودتر و انشاءالله در عربستان قبول میشه. و یا خواهش دیگر از این دارم که در ریاست از اوقاف قندوز اذن و معلوماتی در امروز عرفات برای مردم ندادم. ما دیروز در نماز جمعه بودم و هیچ عالمای ما در باره روز حرفات صحبتهایی نداشتن و نکردن. خواهش میکنم ریاست از اوقا وجهتهش نمی است که روزهای مهم و روزهای اسلامی را اینا در رسانه ها، در محسوس ها و برای محالی سهبای ما، برای امامای ما اینا بگن که در این چه در این چه در برای مردم بگن. خب ما که ما و شما انشاءالله کال امکانات هست، فیسبوک ها هست، تویتر هست، همه چیز هست، اما عالمای ما خیلی نقش مهم بازی میکنن و ریاست از اوقاف ما در هر کشور اسلامی به نظر ما خیلی کارهای خوبی باید اونا در اسلامیت داشته باشن، کارهای خیلی خوبه برای مردم معلومات بدن. که ما مثلی که نوفلتر یک رسانه ها را شنیدن کسی گفته که کسی قربانی نکنه که نسل ایوانات خوب میشه. ببین در اسلامی نامده به نظر ما و همه رسانه ها را باید اینا جلوگیری بکنن که مردم جلوگیری نکنن از قربانی کردن. ما کل جان و بدن ما برای اسلام باید قربانی بکنیم، نه که اگر ایوانات حالا جلوگیری بکنن که نسلش گم نشه و نسل ازی گم نمیشه و چیزی که اسلام کرده و حضرت ابراهیم و حضرت خلیلزاد جگرگوشی خود قربانی کرده در این راه و از برای خدا براش آمد یک دانه گوسفند، آیا این نسل که از طرف خدا باشه این نسلی و گم شدنی نیست؟ و ریاستی از اوقاف مثلا همه تو رسانه ها را و همه تو عالم ها را جلوگیری شد بکنم. به نظر من که دیگه نکنم مردم از کار خیر و صداقات و وزیگت جلوگیری بکنم. بسیار تشکری میکنم من شما خواهر عزیز و از استاد محترم که در امی بارکات معلومات بکنم برای مردم که همه تو عالم ها را جلوگیری شد بکنم و همه تو رسانه هایی که میخواد مردم از خیر و خیرات و صداقات و قربانی کردن و برای خدا محرم نکنن. رفت ریاست جدیل خواه خواهیش میکنم که برای علمایتان در روز عرفات روزهای مهم ما بسیار دستورهای خوب بتونید که اینا برای مردم روشانی بندازن و اینا علمان جگرهای ما هستن، قلب ما هستن، اینا رو ما خیلی سران کنم میکنیم. این در از الخواه خیلی کارهای خوبی میکنم و در این باره معلومات دارتم بقید من سازا میکنم برای مردم افغانستان که دعا بکنه کلتان نعیب رو دعا قبول میشه.
دعا میکنه که یک سل تسار تساره در افغانستان بیا دیگه نه قربانی داشته باشیم و نه وقت دیگه خون مردم به اختتوه دیگه هیچ کسا داغ و داغدار نبینیم، هیچ مادر را دیگه هشت کسا نبینیم. خداوند کریم دعای ما شما را قبول بکنه. تشکر، موفق باشید. ممنون شما در که در برنامه اشتراک کردین و ایسیدین عزیز. پاسخ شما جناب دریس که گفتن ریاست عجب قف ولایت قندس کاران چنانی نمی کنه و اطلاع دهی درست نداره. تشکر از برادر عزیز. خدمت شما عرض شد که بر تمام مساجد شهر کابل مکتوب رسمی روان شده که در خطبه نماز ای جمعه در مورد یوم ترویه که یعنی دیروز بود، یوم عرفه که امروز است و همچنان یوم نهر که روز فردا بخیر روز اولید است صحبت شد و فضیلت های این روزای مبارک بیان شد و چی اعمالی در اینجا انجام داده شد. کلی موضوعات در همون پکیجی که در خطبه نماز جمعه است در اونجا نشده و سر این موضوع صحبت کردن. دیروز من خودم در مسجد بودم، مسجد ما در مکران چهار، در مورد قربانی صحبت کردن، در مورد عرفه هم صحبت کردن و فضایلش گفتن. ای که ریاست حج اوقاف گفتن، ریاست حج اوقاف اکثرا مسئولین در این روزها رفتن به طرف حج بیت الله شریف، حاجی های ولایت قندوز اونا راهنمایی میکنن، همکاری میکنن. ممکن است که از این خاطر مشکل اگه وجود داشته باشه، در غیر از اون اگه هموطنان ما کلا مشکل جدی می داشته باشن، از طریق شبکی فیسبوک، از طریق تویتر و همچنان از طریق خود سایت رسمی وزارت نمرات تلفن شکایت درج است، شکایت خود را درج کنند و ما زنگ بزنند. در این قسمت ما مرجع اطلاع رسانی داریم، در این قسمت تصمیم گرفته میشه و ما هم بازم موضوعشون را یادداشت کردیم که مسئولین در مورد صحبت خواهد کرد. ممنون شما جناب دریس. با اجازه شما بیننده ما روی خط هستند، بفرمایید. سلام به شما. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز لطفاً زمانی که تماس میگیرین متوجه تماستان باشین، زمانی که تماستان وصل میشه میتونین حرف بزنین، در غیر این صورت تماس شما قطع میشه. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. میان برنامه داریم. ادامه برنامه مجله صبح. سپاسگزارتان هستم که تا این دم با ما هستین و ما را دنبال میکنین. مهمان من ناصرالدین دریس، رئیس نشرات وزارت ارشاد و حج اوقاف هستن و همچنان موضوع برنامه ما آداب و اعمال ویژه روز عرفه است. شما هم فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با همین موضوع با جناب دریس در میان بگذارین. راه های تماس برنامه در اختیار شما قرار داره. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه نیز ما را همراهی کنین. جناب دریس، بیننده ما که از قندوز به تماس شدن و ایسیدین در رابطه به قربانی هم دیدگاه های داشتن، خوب از در رابطه به فلسفه قربانی یک اندازه به بیننده ما معلومات بدیم. تشکر از ایسیدین جان، تشکر که نظراتشان شریک کردن. در قسمت قربانی باید بگویم، اصلا قربانی زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام برش از جانب خداوند حکم شد که فرزندشان قربانی کنند، حضرت ابراهیم علیه السلام مطابق احکام الهی تصمیم گرفت که حضرت اسماعیل علیه السلام قربانی کنند. وقتی بود که خداوند در برابر حضرت ابراهیم علیه السلام قوچی را برشان اختیارشان قرار داد، گوره قربانی کردند و این قربانی تا امروز با تمام امت اسلامی و پیروان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لازم شد که بعد از این قربانی کنند، واجب شد. همچنان در قسمت قربانی بگیم، یکی قربانی است که ما گوسفندی را میکشیم که او ثوابش برابر هر تار مویش گفتن ثواب بر او آدم اضافه میشه و به مو تار مویش
گناهش کم میشه، یعنی به اندازه ثوابی است که از حق آدم بالاست. یعنی کسی که استطاعت قربانی نداره، چی در یک خانه یک نفر از دو نفر از سه نفر است، کلشان باید قربانی کنه، به شمول خانم های خانه که بعضی اوقات مردا قربانی میکنن، خانم ها نمیکنن. خانم هایی که طلا دارن، استطاعت مالی دارن، معاش دارن، اونا باید قربانی کنن و در غیر از او نمیتونن خود از قربانی رد کنن. بالای تمام اعضای خانواده که استطاعت مالی دارن، قربانی لازم است و واجب است که قربانی کنن. در قسمت ای که گفت یک تعداد رسانه ها در مورد در این مورد صحبت میکنن، شاید رسانه ها آگاهی نداشته باشن که از نظر اسلام قربانی بسیار ثواب داره و همچنان قربانی یکی قربانی است که ما یک حیوان ذبح میکنیم و دیگه امو خواهشات خدا باید قربانی کنیم در راه الله. یه از همه کنه مهمتر است. طبعا کسایی که نافامیلی گپ میزنن به نظرم جلوی صحبتهای خدا بگیرن، مسئولیت باید نپذیرن، چیزی را که در موردش نمیفهمن بیشتر حرف نزنن. ممنون شما جناب دریس. حالا که پس قربانی است، یک عده هموطنان ما که قربانی میکنن و بیماری کانگو نگرانشان کرده، شما در این مورد چقدر وظیفه دارین که آگاهی دهی کنین؟ خب این موضوع را خود طبیعی که از طریق مساجد در مورد صحبت میشه. بعض موضوعاتی که میایه مثلا وزارت صحت همه مسئولیت دارن که بعضی موضوعاتی را که لازم است از طریق مساجد برای مردم ابلاغ شه، اونا تا یه مکتوب رسمی میتونن به وزارت ارشاد حج اوقاف روان بکنن که در این مورد خود بایتان تنظیم کنین. قسمی که ما در مورد مواد مخدر و بعضی اضرار دیگه اجتماعی از طرف از طریق مساجد، منابر مساجد، علمای بزرگ در مورد صحبت میکنه، در این مورد هم میشه. یک نکته دیگر رو بگیم، قربانی یکی از شروطش هست که پولی که قربانی میکنن باید پول حلال باشه، از راه حرام به دست نامده باشه و مالک قربانی هم به دل فقط نه به تظاهر، فقط به خاطر رضای خداوندی کار بکنه که از نظر اسلام یکی از جمله شروط و اساس قربانی میست. ممنون شما جناب دریس. بیننده ما سعادت از دایکندی روی خط هستند. جناب سعادت سلام به شما. سلام بر شما، سلام بخیر هستین، سلامت هستین؟ سلامت باشین، بفرمایید. سلام بر شما و مهمان شما، سلام بخیر هستین، سلامت هستین؟ ممنون شما برادر ما، سلامت هستین. صدای تلویزیون تا پایین خوب بفرمایید. سوال داشتم، یعنی دقیقاً روزی که قربانی سر داره شاید چه وقت هست؟ آیا فردا هست یا نیست؟ بله حتما حتما. برادرم شما پرسیدین که مثلا گفتم یعنی روزی که قربانی سر زده شود دقیقاً روزی شاید روز یکشنبه یا دوشنبه؟ درست برادرم. سوال دیگر نداریم؟ روز شما خوش. از آنجا که امروز روز عرفه است، پاسخ میدن جناب دریز بر شما، بفرمایید. تشکر از برادر بان. خطبی است که امروز روز نهم است و روز عرفه است، فردایش بخیر روز اول عید قربان است و قربانی هم فردا بخیر بعد از ادای نماز عید. ممنون شما، امیدوار هستم بیننده ما هم مطمئن شده باشن و پاسخ خود گرفته باشن. جناب دریس، یکی در پیام های به ما رسیده که وضعیت حاجی ها البته و هموطنان ما که برای ادای حج رفتن به عربستان خراب است، نبود ترانسپورت، غذا و هوای گرم که یک طرف دیگه از گفتم ما خیلی مشکلات داریم، باید با شما در میان میگذاشتیم. پاسخ شما. خب من قبل از اینکه موضوع را مطرح کنم چند نکته را میخوام اشاره کنم. پیشتر هم براتون گفتم که یکی از معانی عرفات سختی و شکیبایی است و موضوع دیگه است که سفر خودش از خود مشکلات داره. سفر میگرد، هرچند در سفر خطر است که سفر بی خطر کجا یابد، آنچند در سفر به دست آید مرد اندر نظر کجا یابد. سفر از خود سختی داره، مشکل داره و از این خاطر از نظر شریعت کسایی که سفر میکنن روزیشان بعد معکول میشه، رخصت در این قسمت آمده و همچنان در قسمت خواندن نماز برشان
رخصت آمده که نمازها را قصر بخونن، مسح بر وضو بر موزه جایز دانسته شده به خاطر مشکلات سفر است، و همچنان نماز اگر بالای مرکب باشن، بالای شتر باشن و طیاره یا موتر، نماز هم میتونن به اشاره بخونن. این تمام تسهیلاتی است که اسلام اقدر آسانی را بخشش کرده برای کسی که در سفر است. به خاطر سفر از خود ذاتاً مشکل داره، او چیزی که در خانه میباشه و امکانات در اونجا نیست. مثلا در خانه شما یک اتاق دارین، از خود ممکن که هوای تازه باشه و نان شما با طبق ذوقتون پخته شود، در اونجا اون تو نیست. 30,000 نفر از افغانستان میرن، اول خوینا با یک فرهنگ ناشنا میرن که زبان اونجا را نمیفهمن، با مردمش بلدیت ندارن، با محل بلدیت ندارن، کلتور و فرهنگش متفاوت است، هوایش گرم است، این خودش مشکلات است. دیگه نانی که در اوجه مثلا پخته میشه، نانی را که تبخ میکنن، نان خشک اونا متفاوت از نان ماست. این نان خاصی که در افغانستان است، اون نان عربستان تنظیم نمیکنن، نان دیگه پخته میکنن. کنان برای کسی که نابلد باشه، مثلا من خودم رفته بودم یا دوستای دیگه که میره، اگر شما بخیر تشریف ببرین، اونا برای ما شما قابل خورش نیست، یعنی سخت از خوردنش تا که بلد شواده و میده تا که آشنا شده. او در کل عربستان مرسوم و معمول است. بازم وزارت ارشاد و اوقاف رهبریش جناب وزیر صاحب دیروز مصاحبه داشتن، کوش میکنیم که نان بهتر گفتن پیدا شوه و نان ازبکی، نان وطنی برای اوجا پیدا کنیم. یعنی مشکلات در وزارت حج اوقاف وجود نداره و شما خوب زمینه سازی کردیم؟ فقط وزارت ارشاد حج اوقاف آخرین امکانات و مدرن‌ترین موترها را برای حج گرفتن، قرارداد کردن، و قرارداد وزارت ارشاد حج اوقاف نکرده. اگر تو بگیم قرارداد تمام همی غذا را تا ترانسپورتیشن و همچنان همی امایره یا مساکن جایی که تسکین میشن یا جا به جا میشن و تلاره، کلشان تدارکات ملی قرارداد را امضا کرده، و با وجود وزارت ارشاد حج اوقاف در یک به اصطلاح ایره تطبیق میکنه. خب نظر به قیمتی که حج افغانستان داره، این بهترین نان است، شما بهترین میوه را در اوجه دارین، بهترین غذا دارین، نسبت به خانه ما بالاست. اگر کسایی که امکانات بسیار پولی زیاد دارن، اونجا که میرن نسبت به او پایین تر رو را احساس میکنه، شاید بر اونا باشه، اما با مردم عادی ما بسیار نان خوب است، نان مشکل نداره. و یک چیز دیگه هم است که اگر مثلا در حج کوشش کنه آدم سختی ها را تعامل کنه، بعضی چیزا را ممکن است بعضی کاستی ها رخ بده، اما او به او پیمانی نیست که به این اندازه سر صدا ایجاد کنه و اینقدر انتقاد کنین. و وزارت ارشاد حج اوقاف و کارمنداش، شما باور کنین که شب و روز در خدمت اینا هستن در عربستان و در کابل. ممنون شما. بیننده ما روی خط هستن از هرات. سلام به شما. سلام خواهیدم عزیز، خوب است؟ تشکر. سمیرای عزیز بفرما. بله سلام، خوب است؟ سلامت باشین، بفرماین در رابطه بله. با موضوع برنامه حرفای شما رو بله. سلام خوب است؟ سلامت باشین، صدای تلویزیون تانه پایین کنین. سلام خوب است بیادر عزیز؟ تشکر، بفرماین. بفرماین. میخواستم من یک سوال داشتم. امی فکر خسمانه و مال و جایدان نداشته باشه، این میتونه قربانی کنه؟ سوال دیگری ندارین؟ دیگر امی در اید قربان مثلا که خانه و مال و جایدان دیگر نداشته باشه، قربانی برش نباسته؟ یعنی ما کمی تجربه که ممنون شما، سوال شما را گرفتیم. سمیرا عزیز ممنون که در برنامه اشتراک کردین، روزتان خوش. وقفه داریم، برمیگردیم. ادامه برنامه است. سپاسگزارتان هستم که تا این دم با ما بودید و برنامه را دنبال کردید. خانم میرا روی خط هستن، سلام به شما. همیرای عزیز تماس شما وصل شده. سلام علیکم، خواهیم خوب هستی؟ سلامت باشین، بفرمایید.
سلام علیکم خواهر جان، خوب هستی؟ تشکر میکنم خواهر عزیزم، صدای تلویزیون تا پایین کو بفرم. تماس بیننده ما متاسفانه قطع شد. بیننده عزیز، بازم تکرار میکنم، اگر پرسش و یا دیدگاه دارین که باید با جناب دریز در میان بگذارین، راه دیگر نشانی فیسبوک ماست. در صورتی که تماس شما وصل نمیشه و یا قطع میشه، در صفحه فیسبوک ما سری بزنین، پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما با جناب دریز در میان گذاشته میشه. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه نیز با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب دریز، سال گذشته اگر اشتباه نکنم مفتی عربستان سعودی در رابطه با امنیت افغانستان و در کل پیرامون افغانستان حرفهایی داشتن. امسال هم بانک افغانستان در حالت اساس قرار داره، یک طرف انتخابات و یک طرف گفتگوهای صلح، حرفهایی خواهند داشت نه؟ تشکر. قبل از اینکه پاسخ سوال شما را بدم، از همشیری ما را که سوال کردن در قسمت استطاعت مالی، خیلی خوب است، خدمتتان عرض کنم که استطاعت مالی شرط اصلی است. مثلا از نظر پولی یک نفر آیدی داره که میتونه مکفی فامیلش باشه، او مسئولیت داره چی خانم باشه چی مرد باشه قربانی کنه و سن قانونی رسیده باشه. در قسمت دوم برتن بگیم که عربستان سعودی طبعا هر سال در پایان مراسم حج سخنرانی هایی از طرف مسئولین عربستان سعودی صورت میگیره و به جهان اسلام و به مشکلاتی که در جهان اسلام از دعا صورت میگیره و خیر و برکت در کشور اسلامی دعا میکنن. امکان داره که امسال هم اونا توجه بیشتر کنن. طبعا عربا علاقهشان نسبت به قضای افغانستان بیشتر شده، ممکن است این قسمت توجه کنن. ما فعلا پیش از وقت است که در مورد گپ بزنیم و چند بار در فتواهای مختلف خود عربا نسبت به آرامش در افغانستان و آمدن یک صلح میان مسلمان ها صحبت کردن. طبیعی است که در جایی که بین مسلمان ها جنگ میشه، آتش نفاق هر کسی که خاموش میکنه او یک منجی و یک مسلح خوب است، چی کشور عربستان باشه چی کشورهای دیگه اسلامی باشه. هر کسی که در قسمت دست آستین برمیزنه و در قسمت صلح افغانستان و آمدن آرامش و پایان یافتن خون و تبایی که در کشور ماست و در سایر کشورهای اسلامی مورد تایید است. ممنون شما جناب دریز که در برنامه حضور پیدا کردین و با بیننده ما بگونیستین تا پاسخ رو بدین. روز شما خوش. سلامت. بیننده عزیز، از شما همچنان سپاسگزار هستم که تا این دم ما را دنبال کردین. در کنار اینکه اطاعت عباداتتان دعا میکنم به درگاه خداوند قبول شوه، آرزو دارم روزای ایده خوب سپری کنین. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار همه ایتون.